بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام. در جلسه 44 از آناتومی سمستر 5 هستیم با ادامه درس اجواف بینی. در این جلسه ما خود چوکات ساختمانی اجواف بینی رو میبینیم، از جمله اتموید البون و اکسترنال نوز. یک قسمت رو تشریح میکنیم. در قسمت چوکات ساختمانی اجواف بینی به ادامه درس قبلیه، در قسمت چوکات ساختمانی اجواف بینی یا اسکلتال فریمورک، ما چوکات استخوانی داریم. در اینجی در قسمت خود بینی چوکات استخوانی داریم که از دو نوع استخوان‌ها تشکیل شده: استخوان‌های تاق و استخوان‌های جفت. استخوان‌های تاق خود استخوان اتموئید، استخوان اتموئید در تشکیل جوف انف سم گرفته. استخوان اسفنوئید یک قسمت، استخوان اسفنوئید می‌بینیم، و همچنین استخوان فرانتال یک قسمت، استخوان فرانتال و استخوان وومر در این قسمت میبینیم استخوان وومر سم گرفته. استخوان اتموئید، اسفنوئید، فرانتال و وومر از جمله استخوانهای تاقن که در تشکیل جوف انف یا جوف بینی سم گرفتن. یک تعداد استخوانهای جفت هم داریم، از جمله نزلبون های هن. نزلبون که یک جوره هم یک جفتن، و همچنین استخوان مگزیلا یم جفته، استخوان پلاتین یم از جمله استخوان های جفته، و استخوان لکریمال همچنین لکریمال بون و انفریور نزل کنکا. ای استخوان های جفت و تاقی هن که در تشکیل چوکات ساختمانی یا چوکات استخوانی جوف انف سم گرفتن. از جمله مهمترین از اینها که اتموئید باشه، استخوان اتموئیدر ما تشریح میکنیم که استخوان اتموئید به چی شکله. استخوان اتموئید یک شکل، یک استخوان مربعی شکله، یک استخوان با ساختمان مغلق و پیچیدیه. این استخوان هم در سقف جوف انف، هم در قسمت جدار وحشی، این قسمت جوف انف داخل از این جدار وحشی جوف انف، این جدار اونسی جوف انف، یعنی هم در سقف جوف انف، هم در جدار وحشی و هم در جدار اونسی جوف انف سم گرفته. این وسط او جوف بینیه، سقف او جدار وحشی و جدار اونسی جوف بینی سم گرفته. همچنین در داخل از این یک تعداد حجراتیه که هوی اوای هم به نام مستوید ایرسل ها میگن، به نام اتموید ایرسل ها در داخل از این قرار دارم. اتموید ایرسل ها در داخل از این که ستاین وجود دارن. خوب، این استخوان مجموعه خود یا کلن شکل مربعی شکل داره. از اگر ما جدا کنیم از سه قسمت ساخته شده. یکی لابرنت های هم که دوتای هم لابرنت راست و لابرنت چپ، لفت اتمویدال لابرنت و رایت اتمویدال، رایت اتمویدال لابرنت. ای کلن ای ساختمان لابرنت میگم. ما لابرنت در قسمت گوش داخلی داشتیم که به چی معنا بود، یعنی جوف، ساختمان جوف مانند، چون در داخل از این جوف ها وجود دارن لابرنت میگن. کلن استخوان اتمویدال از سه قسمت لابرنت ها که دوتاین در سمت راست و چپ، کریبری فرم پلات یا صفحه سوراخدار یا قربال مانند که در بالای این قسمت، و پریپاندیکولر پلات یا صفحه عمودی که این صفحه به شکل عمودی قرار داره. کلن استخوان اتموئید از این سه قسمت ساخته شده: لابرنت ها، کریبری فرم پلات و پریپاندیکولر پلات ساخته شده. خب ما هر کدوم جداگانه این سه ساختمان میبینیم. ابتدا خود لابرنت ها یک صفحه
استخوانی هن، یک صفحه نازک استخوانی هن، در داخل از این ایرسل ها قرار دارن، اینا ایرسل هن، یعنی حجرات هوایی قرار دارن در داخل لبرنت ها، به همین خاطر به نام لبرنت یاد میشن. دو صفحه ساخته شدن، یک صفحه وحشی که ای باشه و یک صفحه اونسی که ای قسمت باشه. از وسط از اینا ببینیم دو صفحه، صفحه وحشی و صفحه اونسی. ای صفحه اونسی اونه، ای صفحه وحشی اونه. به این تصویر هم میتونیم ببینیم این صفحه وحشی کلن، این قسمت، این صفحه وحشی و این صفحه اونسی. صفحه وحشی به نام اوربیتال پلات یاد میکنن، این صفحه به نام اوربیتال پلات یاد میکنن. ببین اوربیتال پلات میگن، اوربیتال پلات چون جدار اونسی جوف اوربیتر ساخته، به نام اوربیتال پلات یاد میکنن. و صفحه اونسی کی باشه؟ صفحه اونسی قسمت علوی جدار وحشی جوف انفر ساخته. قسمت چون جوف انفر ازی بالا تا پایینه، قسمت علوی جدار وحشی جوف بینی. ای داخل جوف بینی که باشیم، ای جدار اونسی اونه، ای جدار وحشی اونه. قسمت علوی جدار وحشی جوف بینی ساخته. دارای دو تا بارزه و یک برآمدگی. بارزه های به نام کنکا یاد میکنن، کنکا نزل سوپریور و کنکا نزل میدیال، یا میدال کنکا و سوپریور کنکا یاد میکنن. یک برآمدگی داره در اینجی به نام اتمویدال بولا یاد میکنن، یک برآمدگی به نام اتمویدال بولا یاد میکنن. خب در این قسمت جدار وحشی ما میتونیم این صفحه اونسی خود لابرینت رو ببینیم. صفحه اونسی لابرینت یک برآمدگی به نام میدال کنکا و یک برآمدگی در بالا به نام نزل کنکا، سوپریور کنکا، و یک برآمدگی به نام اتمویدال بولا داریم. پایینتر از اتمویدال بولا در اینجا ما یک کانال داریم، این کانال به نام انفاندیبولوم یاد میکنم، اتمویدال انفاندیبولوم یاد میکنم. این انفاندیبولوم به طرف قدام و سفلی سیر میکنه، به طرف قدام و سفلی سیری و به طرف قدام و سفلیه، ولی امتدادی به طرف بالایه، امتدادی به طرف بالا تا به این لبرنت عبور میکنه از داخل و به ساینس فرانتال باز میشه. در اینجی به ساینس فرانتال باز میشه و یک مجرای به نام فرانتو نزل کانال در داخل جدار وحشی جوف انف باز میکنه. در حقیقت کانال تخلیویه این فرانتال ساینس به داخل جوف جدار وحشی جوف انف در اینجی باز میشه، داخل اتمویدال، داخل همه انفاندیبولوم باز میشه در اینجی. خوب و خود همین لابرینت یک تعداد مفاصل میسازه یا با عناصر چهار طرف خو مفصل میشه. خود لابرینت در قسمت علوی با استخوان فرانتال، با استخوان فرانتال مفصل میشه. در قسمت قدام با استخوان مگزیلا که فرانتال پروسس از اینه، این استخوان مگزیلای این بارزر به نام فرانتال پروسس میگم، با فرانتال پروسس استخوان مگزیلا مفصل میشه. و همچنین با قسمت استخوان لکریمال که استخوان آبی رنگ که میبینیم، استخوان لکریمال با این مفصل میشه در قدام. بعد در سفلی هم با این استخوان مگزیلا، در سفلی هم با استخوان مگزیلا یا کنار علوی مگزیلا مفصل میشه. خب این در قدام و در قسمت علوی و سفلی خود لابرینت ها بودن که مفاصل می ساختن. و همچنین در پایین، در قسمت پایین این لابرینت ها یک بارزه، یک استخوان به شکل بارزه تشکیل کرده به نام انسینیت پروسس یاد می کنن، یا بارزه چنگک مانند می سازه. انسینیت پروسس یا یک بارزه چنگک مانند می سازه که این بارزه چنگک مانند در خلف ای بارزه، پشت از ای بارزه که نگاه کنیم، ای ساختمانه که میبینیم، ای
ساینس مگزیلا، استخوان مگزیلا داخلی او یک خلیگاهی داره به نام ساینس مگزیلا. دهانه از این ساینس به نام حیاتوس یاد میکنم، یا حیاتس یا حیاتوس یا اوپنینگ میگم. این بارزه انسینتوروسیس از روی از این دهانه پشت از این میبینیم، این قسمت ها کلن ساینس مگزیلاه. از روی ساینس مگزیلا عبور میکنه، میره به طرف سفلی با انفریور کنکاک هسته، با ای در اینجی مفصل میشه، با ایتمویدال پروسیس انفریور کنکا در اینجی مفصل میشه. خوب از قسمت لابرینت های خلاص میشیم. دو تا لابرینت فهمیدیم که در جوانب قرار دارن و به شکل مربعی شکلن. اینها در خود از اینا یک قسمت از جدارهای جدار انسی و جدار وحشی خود جدار وحشی مذرد جدار وحشی جوف انفر ساختن، یک قسمت در طرف جوف اوربیته که به نام اوربیتال پلات یاد میکنن، یک قسمت دیگه در داخل جدار وحشی قسمت علوی جدار وحشی جوف انفر ساخته. دو تا بارزه سخنی داره به نام کنکا یاد میشه، یک سوپریور و یک میدال یاد میشه. در قسمت پایین از او یک برامدگی به نام بولا بود و همچنین یک انفاندیبولومی داره به این قسم، به این شکل انفاندیبولومی داره که به داخل استخوان فرونتال به ساینس فرونتال باز میشه. خب این از این قسمت بس نمی کنیم، تیر میشیم. کربری فرم پلات این قسمت میبینیم، کربری فرم پلات استخوان اتمویدال که در حقیقت سقف و ذروه جوفه های بینیر ساخته، یک تعداد سوراخ‌های در اینا وجود داره، یک تعداد سوراخ‌های در این وجود داره که محل عبور اعصاب اولفکتوری یا زوج اول قبلا نمیر دیدیم. بعد یک بارزه داره به نام کریستوگلی، شکل مثلثی شکل داره و همچنین خود از این سقف و ذروه این قسمت، سقف و ذروه خود جوف بینی ساخته. در حقیقت کرانیال کویتی که در بالا قرار داره از نزل کویتی که در پایین قرار داره، از نزل کویتی جدا کرده، یک محلی برای جدا شدن این دو از همدیگر. خب در این جمع میبینیم این سفر به نام کریبری فرم پلات میگم، چون یک تعداد سوراخ‌های در این وجود داره و همین خاطر کریبری فرم پلات میگن. کریبری فرم یعنی قربال مانند یا سوراخ سوراخ. کریستوگلی هم در قسمت قدامی به شکل مثلثی وجود داره که همین کریستوگلی محل ارتکازیه برای فالکسریبری که ما قبلا ایر دیدیم. فالکسریبری این صفحه کریبری فرم پلات یعنی سوراخ سوراخ اعصاب اولفکتوری از این جبور میکنن، این کریستوگلیه و این هم فالکسریبریه که روی از این ارتکاز کرده و محلیه یا خود از این باعث جدا شدن نزل کویتی از کرانیال کویتی شده. خب بعد صفحه دیگه ای از این داریم به نام پریپاندیکولر پلات میگم، پریپاندیکولر پلات استخوان ایتموید یا صفحه عمودی از این، یک ساختمان مربعی شکل یا چهارضلعیه که مستقیم به طرف سفلی سیر میکنه، روی از این قشای مخیطی میپوشونه و یک قسمت از نزل سپتوم یا حجاب انف یا پرده انف که بین دو جوف انف قرار داره میسازه. خوبی در خلف با استخوان اسفنوید مفصل میشه خود همی پریپاندیکولر پلات، در خلف با استخوان اسفنوید با قسمت کرست از او یا همو تیقه از او مفصل میشه، در قدم با نزل اسپاین استخوان فرونتال مفصل میشه و همچنین محل اتصال دو نزل بون در اینجی مفصل میشه، در میدلاین، در قسمت میدلاین یا خط وسط یا وسط همو هر دو
محل اتصال نزلبون ها در سفلی با در قدام قدام و سفلی با سبت الکارتیلاج مفصل میشه یا غضروف پرده انف این قسمت و در قدام و در خلف و سفلی این قدام و سفلی بود در خلف و سفلی با استخوان ومر مفصل میشه. خب از استخوان ایتموئید خلاص میشیم، هم پریپاندیکولار پلاتی رو دیدیم، هم کریبریفورم پلاتی رو دیدیم و هم قسمت وستیور که به نام لابرنت ها یاد می شدن، قسمت های جوانبی و به نام لابرنت های هم دیدیم. حالا می رسیم به ساختمان بینی از خارج یا اکسترنال نوز. اکسترنال نوز یا ساختمان بینی از خارج، از بینی از خارج که ببینیم یک ساختمان پایرامید یا اهرامی شکلیه که اپکسی و به طرف قدام زوی و الوی و بین دو جوف اوربیت در این قسمت و از یک چوکات استخوانی و غضروفی ساخته شده. استخوان ها از او دو تا استخوان نزلبون، این دو تا استخوان های بینی هم و همچنین استخوان مکزیلا و استخوان فرانتال چوکات استخوانی اونم غضروف های و سپتال کارتیلاج یا سپتال کارتیلاج اینه غضروفی رو در بیرون هم ببینیم. این سپتال کارتیلاج که یک غضروف وایدیه و کلانه و همچنین این سپتال کارتیلاج دو تا اکستنشن داره، دو تا لترال پروسس داره. لترال پروسس سپتال کارتیلاج در قسمت های جوانب بخش غضروفی از این ساخته، پایین تر دو تا غضروف بالمانند کلان داریم، مجر الر کارتیلاج داریم، مجر یعنی کلان، الر یعنی بالمانند، کارتیلاج هم غضروف غضروف های بالمانند کلان داریم دوتا و همچنین یک تعداد غضروف های کوچک داریم به نام منور الر کارتیلاج داریم یا ای بال بینی یا پره بینی، اینا هم غضروف های منور هم غضروف های کوچک بال بینی هم یا منور الر کارتیلاج داریم که 3 یا 4 تای هم تفاوت میکنه بین 3 و 4 تا. خب بعد از ساختمان خارجی بینی که خلاص شیم قسمت پارانزل ساینس ها داریم. یک تعداد در اطراف بینی یک تعداد ساینس های یا جیب های هوایی داریم که نیا در حقیقت در زمان وقت جنینی که بود در وقت ابتدای تشکیل خود این ساختمان بینی اکستنشن های خود بینی بودن، اکستنشن های جوف بینی بودن که در استخوان های مجاور داخل شده بودن و اینها رو به نام ساینس ها یاد میکنن که 4 تا به هر طرف، دو در داخل استخوان به هر طرف، البته داریم ما دوی در هر کدوم در یک طرف استخوان اسفنویدال به نام اسفنویدال ساینس و هر کدوم این ساینس ها در زخامت هر استخوانی که باشن به نام عمو یاد میشن. در داخل استخوان اسفنویدال به نام اسفنویدال ساینس، در داخل استخوان فرانتال فرانتال ساینس، در داخل استخوان ایتموئید به شکل ایرسل هایان ستایان انتریور میدیال و پوستریور ستا ایرسل هایان یا حجرات هوائیان، در زخامت استخوان مکزیلا بزرگترین ساینس های جوف هوایی انف در مکزیلری ساینس های هن که جوف هر کدوم اینا دهانی و در داخل جوف بینی هر کدوم یک دهانه دارن باز میشن، داخل از اینا مخاط تنفسی امو سیلیادار پوش کرده و مخاط افراد میکنن و زوج پنجم یا تراجیمینال کلن تمام از اینا تصیب میکنه. خب ما قبلا گفته بودیم که در داخل جوف بینی ما گفته بودیم از یک زمینی یا فلوری و یک سقف ساخته شده و همچنین دو جدار داره، جدار انسی و جدار وحشی ساخته شده. حالا ابتدا ما جدار انسی جوف انف میبینیم، جدار انسی جوف انف یا مدلوال از این مدلوال یا جدار انسی از این کسه، این قسمت مدلواله که از یک تعداد غضروف ها و استخوان ها ساخته شده و بعد روی ازیر قشای مخیطی پوشانده
و به شکل یک پرده که به نام نزل سپتوم یاد میکنن دیده میشه، به شکل یک پرده که پرده نازکیه، دو جوف بینی را هم دیگر جدا میکنه، بین جوف راست و چپ بینی قرار میگیره، توسط مخاط ایفرش شده. اگر از بالا یا از به صورت میدلاین که نگاه کنیم، اگر یک مقطع ساجیتال بگیریم، به شکل عمودی میبینیم که یک پرده وجود داره. این سپتال کورتیلاج ما اگر این قشای مخاطیر پس کنیم از قسمت داخل ازی، میبینیم که از یک تعداد ساختمان های ساخته شده از داخل. در قسمت خلف ازی که هست عمدتا استخوان وومره یا استخوان وومر قرار داره، دیگه پریپاندیکولر پلات استخوان ایتموئیده، استخوان وومر و پریپاندیکولر پلات استخوان ایتموئید، اینا رو میبینید. دوتا محل اتصال دوتا نزلبون در میدلاین اینا هم یک قسمت سم میگیرن، همچنین نزل اسپاین استخوان فرونتال این هم یک مقدار در ای جدار اونسی سم میگیره و خود خوب نزل و نزل اسپاین استخوان فرونتال سم میگیره و همچنین در قسمت پایین تر که ما نگاه کنیم، کرست های نزل کرست های کرست های استخوان مگزیلا و پلاتین، این قسمت به نام نزل کرست یاد میکنم، یا از استخوان مگزیلا و یا از استخوان پلاتین، نزل کرست های استخوان مگزیلا و پلاتین و همچنین در قسمت ای پرده سم میگیرن، همچنین در قسمت قدام اینسیسور کرست این قسمت، اینسیسور کرست استخوان مگزیلا این هم سم میگیره و در قسمت خلفتر که نگاه کنیم رستوروم استخوان، این قسمت رستوروم استخوان اسفنویدال در تشکیل این پرده خود بسا یا جوف یا جدار اونسی جوف انف سم میگیرن. اینها بودن جدار اونسی جوف انف، خود پریپاندیکولار پلات ایتموئید، استخوان وومر، محل اتصال نزلبون ها، نزل اسپاین استخوان فرونتال و دیگه سپتال کورتیلاج. همچنین اگه قسمت استخوانی نگیم سپتال کورتیلاج جدا میکنیم، قسمت نزل کرستای استخوان مگزیلا و پلاتین، اینسیسور کرست مگزیلا، رستوروم اسفنویدال، اینا کلن سم میگیرن در جدار اونسی، تشکیل جدار اونسی جوف انف. زمین جوف انف این قسمته، این قسمت زمین جوف انفه، در یک تصویر دیگه میبینیم در اینجی، این زمین جوف انفه. زمین جوف انف مقعر و نسبت به سقف و خیلی وسیع تره، این توسط وجه علوی پلاتین پروسسه، این پلاتین پروسس مگزیلایه، توسط وجه علوی پلاتین پروسس استخوان مگزیلا، این صفحه هوریزونتال پلات استخوان پلاتینه، هوریزونتال پلات استخوان پلاتین کردو از اینا مجموعاً به نام هارت پلات یا کام سخت یاد میشن، ساخته میشه و همچنین توسط چی ساخته شد؟ یکی پلاتین پروسس استخوان مگزیلا و یکی هم خود استخوان پلاتین که هوریزونتال پلات ازی ساخته، مجموعاً به نام کام سخت یا هارد پلات یاد میشن ساخته میشه. بعد در ما در قسمت قدام ازی که قسمت وحشی پرده نزل سپتوم میشه، ما در اینجا یک فوهی داریم، یک سوراخی داریم در اینجا دیده میشه، یک سوراخی که از انسیسیو کاناله، انسیسیو کانال از اینجا به بالا راه داره، سوراخی و دهانی و به اونجا باز میشه. این زمینی شد، زمینی و از دو قسمت، قسمت استخوان مگزیلا و استخوان پلاتین، از استخوان مگزیلا پلاتین پروسسی و از استخوان پلاتین هوریزونتال پلاتی و این زمین از این ساختن، یا بهتر میتونیم بگیم هارت پلات زمین جوف بینی ساخته. خب قسمت سقف و جدار وحشی میمونه، انشالله روز بعدی همراه شما مطالعه میکنیم، درس شما طولانی نشه انشاءالله، تا روز بعدی و جلسه بعدی
شما رو به خداوند یگانه می‌سپاریم، خداوند یار و مددگار شماست.